گوینتنسانو چقدر میشناسیدن؟ چقدر؟ سنفقاب کانون میشن وی خوش اومده. توی میده میخوایم بریم سراغ دخترم های بینتنسان یعنی گوینتنسانو و میخوایم در ماش حرف بزنیم از اولین بار که اونو تنی میشن بینتن دیدیم تا آخرین بارش. میخوایم بریم که چه نکات در مورد گوینتنسان وجود داره، در مورد قدرتاش، این که چه قدرتایی داره و دشمن اصلش کیا هستن. میخوام در ماش حرف بزنیم و اونو بین هر فصلی که تموم شد بررسی کنیم، این که چه تغییراتی داشته. پس اون که از این ویدیو خوشتون بیاد لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بدون معطلی بزن بریم. اسم کامل گوینتنسان گوندولینتنسان و یکی از شخصیت اصلی و مهم انیمیشن بینتن. با این که انیمیشن در مورد بینتن، اسم بینتن روشه، اما بعضی از قسمت‌ها در مورد گوینه و رو گوین تمرکز داره. گوینتنسان رو میتونیم برای اولین بار تو قسمت اول فصلی که بینتن ببینیم، یا همون بینتن کلاسیک که اونجا هست. 10 سالشه، مثل بینتن، رنگ چشماش سبز، رنگ موهاش هم نارنجیه و اون اول خیلی رو اعصاب بود، خیلی بینتن اذیت میکرد و با هم دیگه دعوا داشتن، اما خیلی باهوش بود، هر وقت که میتونست به بینتن کمک میکرد. یه نکته خیلی مهمی که در مورد گوین وجود داره اینه که اصلا قرار نبود دخترم بینتن باشه. در مراحل اول توسعه میشن بینتن میگفتن که گوین هم کلاسی بینتنه که اتفاقا با بین دوسته و هیچ رابطه خانوادگی بینشون نیست. سازندگان بینتن اولش میخواستن که داستان اینطوری باشه، گوین هم کلاسی بین باشه، اما بعدا نظرشون عوض میشه و گوین از هم کلاسی تم میشه به دخترمو و با اینا میره سفر و داستان سفر رفتنش هم اینطوری که اولش نمیخواسته بره، اما پدر بزرگ مکس مادرش رو متقاعد میکنه که گوین رو مجبور کنه تا با اینا بره سفر. تو فصله که بینتن قسمت هست که به جای بین گوین ساتو به دست میاره و خب اون قسمت برای من قسمت خیلی ترسناکیه، اما این خاص طرفداران بود. طرفدار میخواستن که بدونن اگه گوین آمیتریکس رو به دست بیاره چه اتفاقی میفته. پس این قسمت ساختن که اون موقع صرفا فقط برای سرگرمی بود نه چیز دیگه، اما بعدا تبدیل شد به یک دنیای موازی. گوینتنسان هویت مخفی هم داره، یعنی دختر خوششانس که ما تونستیم تو فصل اول بینتن ببینیم و این خیلی خوب و لازمه بود این که گوین اول قهرمان باشه تا بتونه بیشتر به بینتن کمک کنه. این خیلی خوب بود، اما این اتفاق تو سری کلاس فقط دو بار افتاد، تو دو تا قسمت و بعد از اون دیگه نبود. گوین بیشتر اوقات خیلی معمولی بود، اما از اون به بعد دیگه رفته رفته تونست حتی قدرت خودش رو پیدا کنه و جادوگری کنه. دشمن اصلی گوین تو همون فصل اول مشخص شدن، یعنی چارمکستر و هکس که واقعا دشمن خیلی قدرتمند هستن، جادوگرن، و گوین از طریق کتاب جادو چارمکستر تونست جادو رو یاد بگیره. رنگ نیروی مانا گوین تو فصل اول بینتن آبیه، میتونستن با همین رنگ آبی برن جلو، رنگ خیلی بدی نبود، اما بعدن تو فصلهای بعدی و سرای بعدی رنگش عوض میشه از آبی به صورتی. اولش قرار بود که رنگ نیروی مانا گوین آبی بمونه و تغییر نکنه، اما بعدن دلیل خارجی به وجود میاد، این که میگفتن این رنگ باید بازبینی بشه، بعد بازبینی رنگش از آبی تغییر میدن به صورتی و دانکن رولو که از سازندگان بینتن خیلی علاقه به تغییر رنگ مانا گوین نداشت. تو فصل دوم بینتن گوین بزرگتر شده، 15 سالش شده، میتونیم تغییراتو ببینیم. یه لباس آبی رنگی داره و هنرها رزمی بلده و خیلی خطرناکتر و قویتر شده و واقعا از فصل دوم به بعد یه خیلی به بینتن کمک کرد. تو سری لینفورس بود که معلوم شد گوین یک فرد عادی و معمولی نیست و همه نیرو انرژیش از جادو نمیاد، چون مادرزادی یک آنودایت مثل مادر بزرگ خودش وردونا. آنودایت ها یک نژاد آزاد از موجود انرژی هستن که انسان نمان و مال سیاره آنودین هستن و این موجود خیلی جالبن، کامل انرژی ان. تو انیمیشن بنت ما میتونیم چندین بار حالت آنودایت گوین رو ببینیم، تو سری اونیورس بیشتره اما اونجا خیلی تغییر کرده. یه نکته که در مورد آنودایت بودن بن وجود داره اینه که دوین مکدافی، کسی که داستان الین فورس اولتیمیت نوشته و متاسفانه فوت شده، قبلا گفته بود که بن یک چهارم آنودایته. اما این نکته خیلی مهمی که در مورد این آنودایت بودن وجود داره اینه که تو سری کلاسیک یا همون فصل اول بنتن و گوین میرن آینده و اونجا بن 10000 و گوین آینده رو میبینن. اون گوین جادوگر خیلی قدرتمند و خفنه، اما آنودایت نیست. کارگردان سری اومنیورس بنتن یعنی دریک جی وایت که متاسفانه خبر فوتش چند وقت پیش اومده، این حرفو تایید کرده و گفته همه گوینا تو بقیه دنیاهای موازی یعنی دنیای دیگه اصلا آنودایت نیستن. این گوین آینده که تو فصله که بینتن دیدیم قرار بود که آینده گوین باشه، اما خب بعدا متوجه شدیم که اصلا اون آینده گوین نیستن و مال یک دنیای دیگه است. تو سری لنفورس گوین با کوین دوست میشه و از اون بعد با همن، اما ما تو اون آینده که دیدیم تو سری کلاسیک و فصل اول دیدیم که کوین کلا یک آدم شروریه و دشمن بنه و اصلا با گوین نیست. اما تو این خط زمانی اصلی نشوندن که کوین و گوین تا آخر با همن. تو سری لنفورس نشوندن که هویت دختر خوششانس هنوز هست و نمرده، از بین نرفته، هنوز دختر خوششانس وجود داره و تو سری اولتیمیت الین مون نمیتونیم دختر خوششانس رو دوباره ببینیم، اما تو سری اومنیورس دوباره میاد و نقش پررنگی داره.
تو سری اولتیمیت الین یا فصل سوم بنتن گوین قسمت داره فقط برای خودش، به اسم قسمت هست گوین بودن آسون نیست. این قسمت کاملا رو گوین تمرکز داره، اینکه گوین بودن چقدر سخته، یک روز گوین نشون میده، اینکه گوین چجوری همه راضی نگه میداره و واقعا چقدر کارش سخته. سری اولتیمیت الین حرف در مورد گوین زیاد داره، مثل همون قسمتی که دخترموی گوین یعنی سانی یه آنودایت و باش درگیر میشه که اون قسمت خیلی جالبه، و توی قسمت دیگه که دوباره بین 10000 رو میتونیم ببینیم و اسم قسمت هست بازگشت بین 10000، اونجا گفته میشه که گوین در آینده رئیس جمهور میشه. با اینکه دوین مکدافی این آینده رو تایید کرده بود و واقعا میخواست که آینده بنتن اینجوری باشه، آینده همه دونه بنتن، اما بعدن تو سری اومنیورس این آینده هم دیگه تغییر کرد. ما تو ویدیوها خیلی به بنتن ریبود اشاره نمی کنیم چون کلا چیز جداییه، اما یه نکته که داره اینه که بنتن ریبود قسمت ویژه داره که تو اون قسمت گوین رئیس جمهوره. قدرت و جادو گوین خیلی تو انیمیشن بنتن مهم و حیاتی بود، وقتی که میخواستن که رو پیدا کنن خیلی راحت با جادو میتونستن پیداش کنن، خیلی جالب بود، اما جادو انتقالش خیلی مهم بود و بارها نجاتشون داد این که بتونن راحت فرار کنن. تو سری اولتیمیت الین گوین رو اینقدر قوی نشون دادن که دیاگون حتی میاد میگه که قدرتمندتر موجود در بعد اصلی گوینه. البته بعدم متوین که خودش این قسمت نوشته بوده میاد میگه که این حرف درست نیست. یه نکته خیلی جالبی که در مورد گوین وجود داره اینه که اون میتونه هر چقدر که بخواد عمر کنه، فقط باید تصمیم بگیره که به وردون اجازه بده که بهش آموزش بده، چون بهش گفته بود که من به تو اجازه نمیدم که بهم آموزش بدی. یه نکته دیگه که هست اینه که گوین و کوین رو زمین مشهور هستن، فقط به اندازه بین معروف نیستن. ما این موضوع تنیمیشه ندیدیم که گوین و کوین چقدر رو زمین مشهورن، فقط ما بینو دیدیم که خیلی میان سراغش و طرفدار زیاد داره و نفهمیدیم که گوین و کوین چقدر مشهورن. تو سری اومنیورس آرت استایل کاملا عوض شد و ما گوین جید اونجا میبینیم، گوینی که اصلا مثل سری الین فورس و اولتیمیت الین نیستن، کاملا تغییر کرده. تو سری بنتن کلاسی گوین تو همه قسمتا بود، تو الین فورس تو همه قسمتا بود به جز قسمت، تو اولتیمیت الین تو همه قسمتا بود، اما تو اومنیورس دیگه ما اونو کم و بیش دیدیم. تو سری اومنیورس گوین میره دانشگاه و اونجا موهاش کوتاهه، تو قسمت اول دیدیم که موهاش بلنده اما انگار بعدن کوتاه میکنه، حالت آنودایتش هم همین طوریه، موهاش کوتاست. تو سری اومنیورس گوین کاملا تغییر کرده، اون گوین نیست که تو سری الین فورس اولتیمیت الین بوده، اینجا عینک میزنه، موهاش کوتاهه، لباسش قدیمیه، عینکشو برداریم این شکلی میشه. دریک جی وایت کارگردان اومنیورس گوین از نظر قدرت فقط قدرت با اسکارلت ویچ که تو دنیای سینمای مارول مقایسه کرده، حرف خیلی بدی هم نمیزنه، مقایسه خیلی درستیه چون اسکارلت ویچ خودش جادوگره که خیلی قویه و این طرف گوین هم همونطوریه. توی خط زمانی کوین و گوین تا آخرش با هم دیگه هستن و توی قسمت اومنیورس که آینده نشون میده ما میتونیم گوین رو ببینیم که چه شکلی هستن، ظاهرش مثل همونی هست که تو بنتن کلاسیک دیدیم، تا همون قسمتی که میرن آینده همونطوریه. اما با این وجود معلوم است که این قسمتی که آینده نشون داد آینده اصلی یا نه خط زمانی اصلیه، چون معلوم نیست توی قسمت که بنتنای بقیه دنیا رو میارن کنار هم این بنتن آینده که میاد و مال دنیای دیگه است و مال خط زمانی اصلی نیست، و در جیواد یه موقع گفته بود که این خط زمانی اصلیه، اما همه سازندگان همه افراد باش مخالفت کردن چون یه قانون وجود داره این که آینده بنتن و خط زمانی اصلی بنپرم اصلا معلوم نیست و باید همینطوری هم باشه. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید، امیدوارم از این ویدیو خوش اومده باشه، لایک و کامنت فراموش نشه، و رفقا تازه با کانال آشنا شدن برای دیدن ویدیوهای باحال بعدی رو دکمه قرمز زنگ سابسکرایب یا مشترک شدن به زبان فارسی کلیک کنن و زنگ رو همه قرار بدن. خیلی خیلی ممنون، تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.